بخش صحتمند باشد. در این بخش جناب دکتر صاحب سید کمال جلال، متخصص امراض عقلی و عصبی، با خود داریم در رابطه با موضوعی که امرایشان بحث میکنیم، سردردی های پیهم که سبب میشد ادویجات زیاد را ما نوشجان میکنیم، بعض او باعث میشد تا ما سردردی های ما شدید شود. و ما از وطندارایم جوانای عزیز خواهش میکنم، اگر قرار میشه که سردرد هم میشن، گاه وقت کوشش کنید که طبیب از شما صحتمند شاید نجور شاید، از ادویه هیچ وقت استفاده نکنید تا بسیار شدیدن ضرورت پیدا نکنید، باید که از دکتر صاحبای متخصص در اون مورد باز مشوره کنین و بعد نوشجان کنین. جناب دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر، تشکر از این که حضور پیدا کردین. ممنون، سلام برای شما، صبح شما هم بخیر، همکاران تکنیکیتان و هم هموطنان ما. امید که سلامت جسمی کامل و سلامت روانی کامل داشته باشم. بخیر باشید. گاه وقت من هم سردرد میشم دکتر صاحب و بعض اوقات هم ادویه استفاده میکنم، واقعا سر به خود استفاده میکنم، با هیچ یکی از دکتر صاحب مشوره نمیکنم، بعد شدید میشه. دلیلش شما در چی میبینید؟ امید است که بعد از این چنین کاری نکنی. آرزومند هستم. ببینید، سردردی یک تجربه معمول زندگی است. میگن که بیشتر از 90% نفوس جامعه در طی زندگی خود مبتلا به سردردی میشه. سردردی میتونه که اگر رس باشه در بیشتر امراض سیستمیک دیده میشه. فصل کرونا رو ما شما سپری کردیم، یکی از اعراض کرونا سردردی بود، یعنی در مرض کرونا سردردی اگر از است، اما بعض وقت سردردی خودش یک مرض مستقل هم بوده میتونه. انواع متفاوت داره، عوامل گوناگون داره، در بعض موارد سردردی ها اصلا علت مشخص نداره، عواملش اصلا شناخته نشده. در بعض موارد ها بله، یک کسی اگر دفتن از سردردی خود شکایت میکنه، با سردردی شخی گردن داره، تب بلند داره، احتمالا که مغز و یا پشت مغزشان التهابی شده باشه که حتی میتونه یک فاکتور تهدید کننده زندگی باشه اگر با موقع تشخیص نشه و شناخته نشه. ضربایی که به سر وارد میشه و خونریزیایی که در مغز و در پشت مغز اتفاق میفته، این هم میتونه که سبب سردردی باشه. و هم شاید در شرایط که یک کسی ریزش میکنه، زکام است، هم میتونه که سردردی را تجربه کنه. یعنی سردردی میتونه که یک تجربه معمول باشه، در کنارش امی سردردی میتونه که عامل تهدید کننده زندگی باشه. به مو خاطر ماست که اصلا تا وقتی که علت درد، نوعیت درد مشخص نشده، هیچ دوا باید خودسرانه استفاده نشه. اگرچه بعضی میگن که در سردردی خفیف متوسط شما میتونه که یک دوای درد حداقل یک روز الی 2 یا 3 روز بگیری، از او بیشتر نه، از اون بیشتر نه. چرا بعض دوار ما بدون نسخه هم از دواخانه گرفته میتونیم؟ خب اگر سردردی تان نو است یا سردردی که امروز داره چند سال قبل با اون متفاوت تر است، کوشش کنه یا نوعیت درد تغییر کرده، موقع درد تغییر کرده. شکایت شما ای است که قبلا که من سردرد میشدم و حالا که سردرد میشم کاملا متفاوت است، بیخی سردردی عذاب گیر کننده است، در یک موقع با نزدیکترین دکترتان مشوره کنه که خدای نخواسته دلیل دردتان موارد نباشه که زندگیتان تهدید نکنه. اما گاهی وقت دکتر صاحب اتفاق میفته که با یک پاراستامول یا یک پانادول یا یک ریلیف دوباره هم سردردی ما کاملا از بین میره و ما کاملا یک انسان صحتمند و جور میباشیم. گاهی وقت مفید نیست استفاده کردن این گونه دواها؟ مدت زمان شد قید کرده 1 الی 3 روز. اگر شما سردردیتان هفته 1 یا 2 مرتبه است، سردردیتان بیش از هفته ها و روز ها دوام کرده، بیش از ماه ها دوام کرده، این سردردی ها سبب شده که زندگیتان مختل کنه. حداقل شما پرستامول یا بروفینی را که به خاطر درد استفاده میکنه، شاید برای چند ساعت کمکتان کنه، دوباره زمانی که سویه دوای درد پایین میاد، تاثیرات دوای درد از بین میره، درد دوباره شروع میشه، شما به خاطر دلیل سردردیتان پیش دکتر مراجعه کنه. این بسیار مهم است، نه ای که خودسرانه از دوای درد استفاده کنه. ما سردردیای داریم به نام سردردیای مزمن روزانه از سبب استفاده بیش از حد دوای درد. در خانواده معمولا استفاده بروفین، پرستامول،
جزء فرهنگ شده. هر کسی در بکسک جیبی خود دوای درد داره، هر کسی در الماری اتاق خواب خود دوای درد داره و بدون از اینکه دلیل بفهمه با یکی از اعضای خانواده خود تعرف میکنه که امروز خود بسیار خسته بودی، دوای درد استفاده کرد، یک دفعه امروز بسیار کار شاقه در خانه کردی، هم کالا شستی هم جارو کردی و هم سال هم دیگه بنان باید خود یکی یا دو دانه چه بخوری بروفین پرستامول. ببینی هر دو روز بعد اگر یک دانه بروفین خورده شوه، هر دو روز بعد در یک سال بیشتر از 100 تابلت شما نوش جان کردیم. ای بر علاوه که خودش سبب سردردی مزمن روزانه میشه، مشکلات قلبی رو سبب میشه، مشکلات سیستم هضمی رو سبب میشه، سبب میشه که بافتای کبد یا جگر ما صدمه ببینه، سبب خونریزی در سیستم هضمی میشه، یعنی مشکلات جسمی را هم تشدید میکنه، مشکلات سردردی مزمن روزانه را هم تشدید میکنه. بسیار خوب. تنها دوای سردردی نه، بلکه بعض از دوستا و جوانای ما رو میبینیم دکتر صاحب که تابلت های معده پیشانه است، گاهی وقت که معدهشان سوزش میکنه یا پیش از قبل از نان نیم ساعت بیشتر از خوردن غذا او دوا را حتما نوش جان میکنه و بعدش بپرسید چرا این کارا میکنی، میگه که میخوایم معده خود را پوشش قرار بدم و میخوایم کور کنم معده خود را تا بتونم نان را آرام و راحت بخورم. فکر میکنم اشتباه است دیگه، بارها روز هر روز حداقل روز سه بار دوا را میگیره، ما چند تابلت میشه، سال چند تابلت میشه، بالاخره شاید شیده ناسیب بیرسانه. در شکل نیست، دواهایی که کاهش دهنده اسید هستند، چی شربت های معده باشه چی آمپرازول، این بعض وقت با بقیه دواها تقابل داره. صحیح؟ این میتونه که یا متابولیزم بعض دواها را بیشتر بسازه، مثلا یک کسی است مبتلا به حملات تشنجی امرگی است، در کنارش خود سرانه از آمپرازول یا از دوای آنتی اسید استفاده میکنه، درست؟ یا کارمازپین مصرف میکنه، در پولیش خود سرانه از دوا مصرف میکنه. اینا حالا اینی بی آمپرازول سبب میشه که متابولیزم دواهایی که شدیداً ضرورت داره او را کمتر بسازه، یعنی تاثیرات دوا را کمتر بسازه و یا هم میتونه که متابولیزم کوتاه‌تر بسازه و هم سالهام ببخشه. و دواهای معده بیش از حد استفاده کردنش خصوصا پیش مرداست سبب مشکلات جنسی میشه، میل جنسی را کم میکنه، یعنی سر زندگی زن و شوهریشان هم تاثیر سو داره. به این منظور هیچ وقت باید خودسرانه استفاده نشه. بعضا میتونن که بر یک روز درست اگر شدید است خودسرانه میتونن آمپرازول استفاده کنن، اما همین قسم که سردردی انواع متفاوت داره، عوامل گوناگون داره، در هر سن سال فرق میکنه، مشکلات معده هم مطور است. شاید یک متخصص بخش معده خوبتر بهترتر توضیح و تشریح بده. چیز دیگه که بسیار عام است، اکثر کسا اچ پایلوری را میشناسن. بله. 90% کسایی که مبتلا به اچ پایلوری هستن نیاز به درمان دارویی ندارن، فقط 10%شان که اعراضش داره باید دارو مصرف کنن. هر کسی خودسرانه دارو مصرف میکنه، هر کسی به خاطر مصرف داروی خودش دلایل پیش خود داره، دلایل خرافاتی البیده که باید دارو را مصرف کنه و برای خویشاوند خود، برای همکار خود، برای همنشین خود تعارف کنه که شما هم از این دارو مصرف کنه. ما استفاده کردیم، خوابم خوب شده، از دوای خواب خود هم استفاده کن که اعتراف درست نیست، این همدردی درست نیست. اگر زیاد دوستش داری، کمکش میکنی، حمایتش میکنی، معزز و محترم است برات، با نزدیکترین دکتر همراهش برو که اصل اما علت باید درمان شوه، نه معلول. جناب دکتر صاحب، یک سوال که در ذهن ما خلق شدی که ما اگر سردردی های بیش از حد را تجربه کنیم، گاهی وقت باید نزد دکتر متخصص امراض عقلی و عصبی مراجعه کنیم یا داخل عمومی؟ ببینه، سردردی ها معمولا ما گفتم که 90% مردم تجربه میکنه. به شکل کلی ما سردردی اولیه داریم و سردردی ثانوی. سردردی ثانوی سردردی است که سبب امراض سیستمیک مانند امراض طرق تنفسی، مانند سکته های مغزی، مانند و امثال هم با وجود میاد. و بیش سردردی ها سردردی اولیه معمولا مگرین است، میشه که با دکتر صاحب روان اعصاب مشوره شد. سردردی تنشی است، هاذ القیاس، سردردی خوشه‌ای است، سردردی که بیش از حد از سبب دواها استفاده میشه و امثال هم. به هر ترتیب اگر شما یک مرتبه پیش دکتر صاحب داخله به منظور سردردیتون مراجعه کرده یا پیش دکتر صاحب گوش و گلون، حتی پیش دکتر صاحب چشم، لازم است که یا خود دکتر صاحب و یا هم جلسه دومتان اگر مشکلتان حل نشد با همش باز
لازم میشه که با دکتر سوای روان و اعصاب هم در این مورد مشوره کنه. بسیار عالی. به عنوان آخرین سوال میخوایم بدانم که نوشیدن قهوه چقدر تاثیرات مثبت منفی بالای سردردی ما میگذاره؟ آیا نوشیدن قهوه هر صبح از خواب بیدار شدن قبل از این که صبحانه رو نوش جان کنه وطن‌دارای ما کار خوب است؟ اصلا نه، اصلا نه. کافی را یا قهوه را شما میتونه که بعد از ده صبح الا دو یا سه عصر نوش جان کنه. این ترکیب خود کافین داره. استفاده بیش از حد کافین در برنامه بعدی باز بحث میکنم. بخیر، بیش از حد کافین هم میتونه که سبب تجدید سردردی شوه، سبب مشکلات هضمی شوه، سبب حتی اضطراب شوه. یکی از دلایل سردردی هم استفاده بیش از حد کافین است و اکثر کسایی که روزانه کارشان بیش از حد بوده و سبب کار یا سبب فشار خسته شدن کافی استفاده میکنن. کافی خستگی را از بین نمیبره، صرف احساس خستگی را به تعویق میندازه. دیگه شما میتونه که کافین استفاده کنه، بدن ما با کمتر از 100 میلی گرم کافین در 24 ساعت ضرورت داره. اگر هر یک گلاس چای سیاه و سبز که ما استفاده میکنیم 30 میلی گرم تا 50 میلی گرم کافین وارد بدن ما میکنه. این معیار قرار بده، بدن ما بیشتر از 100 میلی گرم کافین نیاز داره. استفاده بیش از حد از مشکلات خواب سبب میشه، سردردی را سبب میشه، سیستم هضمی را مختل میکنه و حتی سبب استراب، اختلال استراب سبب استفاده بیش از کافین اکثر کسات تجربه میکنن. تشکر جناب دکتر صاحب. خوب شد که این موضوع یاد کردین. امیل از یکی از همکارای ما به کنترل روم یا اتاق فرمان هستن، عمر خوگیانی از همکارای ماست. همیشه بر ما توصیه میکنه میگه نوش جان کنین، به خاطر خوب میسازه، خوب تهیه میکنه، به او خاطر زیاد توصیه میکنه که بنوشه. تزیبت ننوشیم دیگه، بنوشه. ما برتان گفتم که کمتر از 100 میلی گرم کافین بسیار رقیق بسازه و نوش جان کنه. استفاده بیش از حدش مشکل ساز است. اگر دو گلاس چای سیاه ما نوش جان کنیم به قدر کافی، این ضرورت بدن ما را چی کرده؟ تکافو کرده. اما بیشتر کسا با کافین وابستگی دارند. کافین یک ماده روانگردان است که ما همراهش معتاد میشیم. اکثر کسایی که چای سیاه و سبز استفاده میکنن یا کافین استفاده میکنن مانند بقیه مواد مخدر اعتیاد آور هستند و یا اعتیاد دارند. شب بعد از غذا ما چای استفاده میکنیم. اکثر کسا صبحانه که از خواب میخیزن با خستگی و با سردردی از خواب میخیزن. دلیلش اعراض قطع دارویی کافین است. دیگه بنان حتی به خاطر که خوابتان خوب باشه، شما 5 ساعت یا 6 ساعت قبل از اینکه بستر خواب میره کافین دیگه استفاده نکنه. یا نوشابه‌ای که در ترکیب خود کافین دارن از این باید استفاده نکنه. حتی بقیه غذایی که در ترکیب خود کافین دارن از 4-5 بجه دیگر به بعد اصلا استفاده نشه. تشکر جناب دکتر صاحب، خیلی خوشحال شدم که به برنامه تشریف آوردید. ممنون، تشکر از شما. بخیر باشید، سپاسگزار. تشکر از شما وطن دارایم. یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم، پس از وقفه ادامه سلام زندگی.